سرخط مهمترین خبرها. بازداشت 7 نفر در پیوند به حمله مسلحانه به گردشگران خارجی در بامیان. در این رویداد 6 نفر به شمول 3 شهروند خارجی کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. چیلا بده مرغا 3 تن افغان وګړي او 3 تن بهرني سیلانیان ووژل شول، او په یاده پیشه کې 3 تن افغان ملکیان او 4 تن بهرني سیلانیان ټپیان شول. پایان نمایشگاه ملی و بین المللی افغانستان به مناسبت هفته صنعت در جریان 7 روز گذشته بالغ بر 500 هزار نفر از این نمایشگاه دیدن کرده اند. اصلا من باور نمیکردم که افغانستان در این سطح تولیدات داره، از صنایع دستی گرفته تا صنایع بسیار بزرگ. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقت شما بخیر. بیننده های عزیز توجه نمایید به خبرهای این ساعت از تلویزیون تمدن. و حال هم مشروع خبرها. وزارت داخله با نشر گزارش اعلام کرد که در حمله عصر دیروز به گردشگران خارجی در بامیان 6 نفر به شمول 3 گردشگر خارجی کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. این وزارت همچنین گفته در پیوند به این رویداد 7 نفر بازداشت شده و تحقیقات جریان دارد. همزمان شماری از کشورها و سازمانهای بین‌المللی با محکومیت این حمله خواستار پاسخگویی عاملین شدند. تصاویری از حمله عصری دیروز در مرکزی ولایت بامیان. حمله مسلحانه ای که در آن شماری از غیر نظامیان و شمول چندین گردشگر خارجی کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. گردشگران خارجی روز گذشته دقیقا در اینجا هدفی گلوله قرار گرفته که زمانی که گردشگرها از یک کاسی بیرون میشه، مهاجم از این ساحه بالایشان تیراندازی میکنه که در نتیجه چند تن از گردشگرها و 2 تن از همکارای داخلیشان کشته میشه. یک روز پس از این رویداد، سخنگوی وزارت داخله از افزایش آمار تلفات خبر داد. مفتی عبدالمتین قانع گفت در این رویداد 6 نفر به شمول 3 گردشگر خارجی کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. د بامیان ولایت شهر په مرکز کې تیره ورځ مازدیګر نامعلومو وسلوالو پر عامو خلکو ډزې وکړې، چې له بده مرغه 3 تن افغان وګړي او 3 تن بهرني سیلانیان ووژل شول، او په یاده پیشه کې 3 تن افغان ملکیان او 4 تن بهرني سیلانیان ټپیان شول. د کورنیو چارو وزارت د دې جنایت د غندلو تر څنګ اطمینان ورکوي چې دغه پیشه به په جدي او هر اړخیز توګه وڅېړي، عاملین به یې وپیژندل شي او د قانون منګلو ته به یې وسپارل شي. باشندگان بامیان نیز این رویداد را شوک آور و نگران کننده توصیف کرده و خواهان شناسایی و بازداشت عاملان این رویداد هستند. متاسفانه از فامیل ما 2 نفر، 1 نفر شهید شدن و 1 نفر زخمی داریم. در این قسمت همین مشکلات پیش آمدن و یک بسیار انگیزی بد در بامیان متاسفانه ایجاد شدن با مردم بامیان، با نیروهای امنیتی، در کل در کسایی که در بامیان سیاحت می‌مادن یک انگیزه بعد ایجاد شدن. خواست ما از حکومت محلی و از مرکزی است که جلوی همچون موارد گرفته شوند. این بسیار زیان‌آور است هم برای ملت و هم برای دولت. بنابراین ما تقاضا داریم که در قسمت تامین امنیت زیاد تلاش بکنن و دیگه ما شاهد همچون رخدادی نباشیم. حمله عصر دیروز با واکنش‌های در داخل و خارج کشور روبرو شده. توماس ویست نماینده ویژه امریکا در امور افغانستان گفته خشونت راه حل نیست. یونما هم گفته از حمله به گردشگران و غیر نظامیان وحشت زده شده. کاردار نمایندگی اتحادیه اروپا برای افغانستان این حمله را ناجوانمردانه خوانده و ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران آن را نیکوهش کرده است. نمایشگاه ملی و بین المللی افغانستان که به مناسبت هفته صنعت برگزار شده بود امروز شنبه به کارش پایان داد. مقامها در وزارت صنعت و تجارت نتایج این نمایشگاه را برای معرفی و بازاریابی تولیدات داخلی مثبت ارزیابی کردند. در جریان 7 روز بر پایه این نمایشگاه بالغ بر 500 هزار نفر از این نمایشگاه دیدن کردند و بیش از 100 تفاهم نامه و قرارداد بین شرکت های داخلی و خارجی با امضا رسیده است. جزئیات بیشتر با ذبیح‌الله شریفی. روز پایانی نمایشگاه ملی و بین المللی افغانستان. حضور بازدید کنندگان همچنان پررنگ.
نمایشگاهی که پای اقشار مختلف مردم را برای بازدید از تولیدات داخلی به اینجا کشانده. از حضور پررنگ دانش آموزان و خانواده ها گرفته تا معلولین. مثلا من باور نمی‌کردم که افغانستان در این سطح تولیدات داره، از صنایع دستی گرفته تا صنایع بسیار بزرگ. تولیدات وطن که استفاده کنن همشهریای ما، این کشور ما شما رشد میکنه. معرفی و بازاریابی تولیدات داخلی هدف مهم نمایشگاه بود که به گفته مسئولان تا حد زیادی به آن دست یافتند. در جریان 7 روز گذشته بیش از 500 هزار نفر به شمول 200 شهروند خارجی از این نمایشگاه دیدن کردند و بیش از 100 قرارداد و تفاهم نامه بین شرکت ها نیز به امضا رسیده است. داخلی قراردادون شمیر په بلابل سکتورونو کې لسلونه زیات قرارداد داخلي قراردادونه سوي ما بین کې تام یو غټ پرمختګ ده الحمدلله. همدارنګه خارجانو سره هم قراردادونه سوي دي. دقیق هغه اعمار نه رمال میږي خو الحمدلله په زیات اندازه سوي دي. از میان 800 غرفه این نمایشگاه 200 غرفه آن به زنان و 15 غرفه دیگر به 40 شرکت خارجی اختصاص یافتند. با این حال بخش خصوصی خواهان همکاری بیشتر حکومت در راستای برگزاری همچون نمایشگاه ها در ولایات و فراهم کردن زمینه صادرات تولیدات داخلی به بازارهای جهانی شدند. موږ به د یوه افغان صنعتګر په صفت باندې د خپلو تجار و سرمایدار و ورونو نه به م هیله دوي چې راځئ په صنعت کې سرمایه گذاری وکړئ، تل په وارداتو کې سرمایه گذاری نکیږي. همزمان با این تولید کنندگان برای رشد و تقویت بیشتر تولیدات داخلی خواهان حمایت بیشتر مردم و حکومت شدند. از جمله استفاده از تولیدات داخلی و فراهم کردن سهولت‌های بیشتر برای بخش صنعت و تولید. منګه مثبت ارزیابی کوم ځکه ډیر خلک راغل دغه زمونږه کارتونه واخیستل، زمونږ د کار په اړه معلومات واخیستل. بازدید کننده بسیار پرجوش، بسیار خوب بودن و استقبال بسیار مسئولان در وزارت صنعت و تجارت ضمن مثبت ارزیابی کردن نتایج نمایشگاه وعده حمایت و همکاری بیشتر به بخش خصوصی دادند. صنعت و سوداگری وزارت در صنعت و بخش که پورا داد ورکی صنعتکاران تا و هغه صنعتکاران چې بهر نه واردات کوي، هغه تجاران چې د بهر نه واردات کوي، زموږ غوښتنه هم دا ده چې راشي داخل ته او داخل کې د صنعت و بخش کې خپل سرمایه گذاری وکړي. نمایشگاه ملی و بین المللی افغانستان که به مناسبت هفته صنعت هفته گذشته برگزار شده بود امروز پایان یافت. نمایشگاهی که از تولیدات داخلی استقبال خوبی صورت گرفت. صنعتکاران و تولید کنندگان به خاطر حمایت بیشتر از تولیدات داخلی خواسته مشخصی نیز داشتند، از جمله تامین برق، زمین، کاهش تعرفه و مالیات. ذبیح الله شریفی، تلویزیون تمدن، کابل. همزمان با روز جهانی موزیم، وزارت اطلاعات و فرهنگ اعلام کرد که طی کمتر از 3 سال گذشته از قاچاق 1500 اثر تاریخی جلوگیری شده و حدود 5000 اثر تاریخی دیگر از سراسر کشور شناسایی و کشف شده است. خیرالله خیرخواه، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، طی مراسم در کابل گفت نگهداری و بازسازی آثار تاریخی یکی از اولویت‌های حکومت سرپرست است. عزیزالله وحدت گزارش می‌دهد. آثاری ارزشمند که صدها سال تاریخ، تمدن و فرهنگ این سرزمین را با خود حمل می کند. اینها هر یک بدنه از تاریخ هزاران ساله است که هویت گذشته افغانستان را به جهان معرفی می کند. در این نمایشگاه صدها اثر تاریخی از عصر برنز گرفته تا ساحه باستانی آی خانم و دوره‌های مختلف اسلامی به نمایش گذاشته شده است. مثل این نسخه از قرآن کریم که مربوط به قرن 12 میلادی می باشد. سالها جنگ در کشور آسیب جدی بر پیکر هزاران اثر تاریخی کشور وارد کرده و همینطور قاچاق آثاری که دیگر وجود ندارد. 18 ماه می برابر است با روز جهانی موزیم. از این روز اینجا در موزیم ملی از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ تدلیل شد. سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت حفاظت، مرمت و بازسازی آثار تاریخی یکی از اولویت های حکومت سرپرست می باشد. د افغانستان اسلامي امارت چراغلی دی په دغه درو کلونو کې تقریبا شاوخوا 15000 آثار قدیمه چې د ولایتونو مساینک سره نقل شوی دی او د موزیم ته او همدار اس په دې کې تقریبا 1500 آثار به شاوخوا د دې چې هغه د قاچاقونکو د لارو سره د لاس سره راګرځول شوی دی او هغه محاکم او قضایي ارګانو ته سپارل شوی دی. په میدان هوایی کې، په ټولو میدانونو کې، بل خصوص د کابل په میدان کې، دې ته
ډیره توجه سره د ان شاء الله اتیو اثر هم د افغانستان سره نسی وتله او نووزی نو توجه الحمدلله استه. گسترش موزیم ها، شناسایی، کشف و معرفی آثار تاریخی افغانستان به جهان و آگاهی دهی در مورد اهمیت آثار تاریخی از دیگر موضوعاتی بود که اینجا روی آن تاکید شد. مسئولین موزیم ملی فعالیت های جدیدی را روی استانداردهای قبول شده جهانی در حفاظت و حراست از آثار تاریخی و فرهنگی دارند و همچنان در تلاش تربیت متخصصینند که مرمت آثار آسیب رسیده را به شکل معیاری آن انجام دهند. و سکل پاپا هم که دکده اللہ تعالی رضایی چی مونگ در افغانستان پی جندنی پا برخه که دکترا برنامه هم ایجاد کو او دا کار پا دیر دارد کو چی مونگ داسی موزیمون لرو چی دی فرهنگ دی پیجندنی پی برخه کی زمونگ محصیلینو تا دی چیلنو لار حواره کی. در حال حاضر حدود 60,000 اثر تاریخی از دوره های مختلف تاریخی در اینجا موزیم ملی نگهداری می شود. و حالا هم بیننده چند خبر کوتاه باشید. سرازیر شدن سیلاب در مرکز و چندین ولسوالی ولایت غور تلفات جانی و خسارات مالی بر جا گذاشت. وزارت مهاجرین گفته از اثر سیلاب در غور 50 نفر جان باخته، 10 تن ناپدید شده، 2,000 خانه به طور کلی و 4,000 خانه به گونه قسمی تخریب و 100 هکتار زمین از بین رفته است. در ولایت فاریاب، سرپل و بدخشان نیز سیلاب تلفات و خسارات به بار آورده. رئیس اطلاعات و فرهنگ بدخشان گفته شهرای فیض آباد بهارک 10 ولسوالی بدخشان را به مرکز این ولایت وصل می کند از اثر سیلاب مسدود شده است. سخنگوی وزارت خارجه هند میگوید بندر چابهار از اهمیت زیادی برخوردار بوده و نباید کم ارزش جلوه داده شود. رندهد جیسوال گفته آمریکا ارزش این بندر را از نظر کمک‌های بشردوستانه به افغانستان و جایگزین اقتصادی این کشور درک می‌کند. او تصریح کرده که هند بندر چابهار را تعهد در قبال این کشورها برای اتصال افغانستان و سایر کشورهای آسیایی در این قاره می‌داند و این پروژه به تمام منطقه به ویژه افغانستان و کشورهای آسیایی نفع می‌رساند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان امروز شنبه با نشر خبرنامه از اخراج 954 مهاجر افغان از پاکستان خبر داد. این وزارت گفته مهاجرین اخراج شده در 2 روز گذشته از گذرگاه اسپین بولدگ و تورخم به کشور برگشتند و گفته وزارت مهاجرین این افراد جهت دریافت کمک به دفاتر سازمانهای بین المللی معرفی و از طرف حکومت نیز کمک دریافت کرده اند. برای نخستین بار سیستم مراقبت در شکستگی استخوان با حضور سرپرست وزارت صحت عامه در ولایت بدخشان افتتاح شد. با به کارگیری این سیستم بیماران مبتلا به شکستگی استخوان به گونه پیشرفته و در کوتاه‌ترین زمان درمان می شوند. قلندر عباس سرپرست وزارت صحت عامه نیز از تعهد حکومت برای حل مشکلات صحی در این ولایت خبر داد. افتتاح سیستم مراقبت از شکستگی استخوان با حضور سرپرست وزارت صحت عامه در ولایت بدخشان. در اینجا گفته شد که با بکارگیری این سیستم بیماران مبتلا به شکستگی استخوان به گونه پیشرفته و در زمان اندک تداوی خواهند شد. قلندر عباد سرپرست وزارت صحت عامه هم گفت در 2 دهه گذشته هیچ توجهی در بخش صحی در این ولایت نشده و مردم از بسیاری امکانات صحی محرومند. دوی محرومیت او مظلومیت چې کله ما ولید باور و یقین وکړی تاسې چې ما ته ژړا راغله د ما سره سوال پیدا کېده چې دا د موږ نه پخوا په دې حکومتو یا په نظامونو کې چې څوک ناست وای زه د هغو خلکو په جغرافیه باندې نه پوهېدم چې دا دوی افغانستان آیا صرف دا د کابل چارپیریال افغانستان تعبیر کړی و یا که محدود یا څو خارګوټ یا خاریات دیته د افغانستان نوم ورکړی و. مسئولان محلی و صحی ولایت بدخشان نیز گفتند مشکلات فراوان در بخش صحی در این ولایت وجود دارد و آنان برای عرضه بهتر خدمات صحی نیاز جدی به حمایت و امکانات دارند. در ولایت بدخشان یک شفاخانه ولایتی داریم
دو شفاخانه ولسوالی داریم که برای ولایتی که مقایسه با دیگر ولایت با بکنیم باید 5 ولایت شوه. یک شفاخانه ولایتی که داره 120 بیستر می داره باشه و این مشکلات مردمی ولایت بدخشان مرفوع نمی شود. تقاضای ما از وزیر صاحب محترمی است که در ولایت بدخشان توجه کمی خوبتر بکنن. مردم ولایت بدخشان یک مردم فرهنگی است، مردم اهل علم هستند. در اینجا همچنین تاکید شد ولایت بدخشان با داشتن بیش از 1.5 میلیون نفوس تنها یک شفاخانه ولایتی دارد و این شفاخانه نمیتواند نیازمندی باشندگان این ولایت را مرفوع سازد. بدخشان با داشتن تقریبا 1.5 میلیون نفوس یک شفاخانه با کمترین امکانات طبیعی است که با دنیای از مشکلات دست پنجه نرم میکنه. ما برای شما، برای مردم بدخشان، برای دکتر سیبا، برای رهبری امارت اسلامی افغانستان، به کل مردم افغانستان تبریک میگم. این بسیار یک برنامه خوب که قسمی که وردک سیب این تشریح کردن یک نویدی بزرگ است. با این همه سرپرست وزارت صحت عامه از ارتقای شفاخانه ولایتی بدخشان به 250 بستر خبر داد و گفت کلینیک های درمانی در چندین ولسوالی این ولایت به شفاخانه ارتقا داده خواهد شد. ریاست زراعت قندهار از افزایش چشمگیری تولید عسل نسبت به سالهای گذشته خبر می‌دهد. طبق گزارش این ریاست در سال گذشته دست کم 50,000 کیلوگرم عسل از 10 فارم زنبورداری در این ولایت به دست آمده است. سوی هم فارمداران با انتقاد میگویند خرید و فروش عسل صنعتی بازار فروشات آنان را کساد و دولت باید جلوی آن را بگیرند. رفیع الله ساکن قندهار اینجا در ولسوالی ارغنداب این ولایت فارم زنبورداری ایجاد کرده و با تهیه صدها کندو عسل تولید میکند. رفیع الله در مورد ایجاد این فارم و اینکه چگونه این شغل را انتخاب کرده گفت علاقه زیادی به پرورش زنبور عسل دارد و اما از نبود بازار فروش شکایت میکند. ما در مچمچه پارم تقریبا 2.5 سوا پیټی د دن می ډیره خرچه کړیم دي. څو ځله مې 50 پیټی شپته پیټی او یا پیټی دغه خرچه کړی دي. خلکو راچرانی ولې دي نو دا مچمچه چې دي ډیر شکار دی، شکار کوي، شغل لري. خو نن سبا زموږ کار چې دی ډیر ټکنای دی. دغه د خانه چې موږ بازار نه لرو په افغانستان کې موږ چې اصل وباسو اصل ته بهر موږ بازار نشته دی. عبدالرحمن یکی دیگر از فارمداران زنبورداری در قندهار نیز از نبود بازار فروش برای تولیداتشان انتقاد میکند. او هم از حکومت میخواهد برای تولیداتشان در داخل و خارج کشور بازاریابی کند. مشکلات خدا مشکلات اوس مخپل چیو ډیر مصرفونه کرایې دي. مثلا د اتاق مصرف دی او د خپل ډیر مصرفونه غوړي د مچي چي دي. بس موږ غوړو چې موږ ته مارکیټ جوړ سي. په افغانستان کې تر اوسه پورې د اصل مارکیټ نشته دی. دغه نور هغه چي دي په تقلبي ډول باندې اصل جوړی شي. دا د موږ بازار سخره خراب کړی دی. بعد دغه مخنیوي وسی. تولید عسل صنعتي و فروش آن به نام عسل خالص و سوی هم واردات بیرویه عسل به کشور صنعت زنبورداری را تحت تأثیر قرار داده. ریاست زراعت قندهار می گوید عسل صنعتی برای صحت مضر است و این ریاست تلاش دارد تا جلوی فروش عسل تقلبی را در بازار بگیرد. د کنټرول لپاره کې موږ په ښار کې وسه د پیل لپاره پلان لرو چې کنټرول شروع کړو. د هغه از تقریبي اصولو مخه ونیسو. کم شي خلک یې غرتي بازار کې د بری اصل یي از اصولو په نامه یې غرتي خوازن لري. هغه روغتیایي تاوان لري، روغتیا تاوان لري، ځکه ستونې مریضي جوړیږي، مشکلات جوړیږي. نو هغه پلان دین سره چې کنټرول لپاره یې پروګرام جوړ کړو په ښار کې کنټرول وکړو. با این حال بر اساس آمار ریاست زراعت قندهار در سال گذشته دست کم 50,000 کیلو عسل توسط 72 فارم زنبور عسل تولید شده که نسبت به سالهای گذشته افزایش چشمگیری داشته است. همزمان با تشدید حملات روسیه به شهر خارکیف رئیس جمهوری اوکراین هشدار داد ممکن است این حمله آغاز کارزار گسترده روسها علیه این کشور باشد. ولادیمیر زلنسکی از متحدان غربی این کشور نیز انتقاد کرد و خواستار دریافت سامانه‌های بیشتر دفاع هوایی شد. او همچنین اذعان کرد کمبود نیرو روحی ارتش این کشور را تضعیف کرده. روز گذشته رئیس جمهوری روسیه اما گفت برنامه برای تصرف شهر خارکیف ندارد.
ادامه روند فرار مردم از امتداد مرز با روسیه برای نجات جان خود. حمله به شهر مرزی ووچانسک تشدید شده و نیروهای روسیه شمار از مناطق این شهر را در تصرف خود درآوردن. در ادامه شلیک های متداوم با موشک های زیاد این منطقه هدف قرار می گیرد. اینجا برای ماندن بسیار خطرناک است. ووچانسک تنها 75 کیلومتر از شهر خارکیف فاصله دارد. دومین شهر بزرگ اوکراین که زیر حملات سنگین روسیه قرار گرفته. اینجا رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرد کمبود نیرو روحیه ارتش این کشور را تضعیف کرده. از همین روز زلنسکی دو قانون را امضا کرده. یکی به خدمت گرفتن زندانیان در ارتش و دیگر جریمه سنگین سربازان فراری. نام پتریبن اوکمپلکتوات رزرو. تشکیلات و لواهای زیادی وجود دارند که تعداد زیاد آن خالی از سربازان. باید این کار را انجام دهیم و بعد روحیه سربازان ما تقویت خواهد شد. زلنسکی همچنین از متحدان غربی این کشور خواستار تقویت دفاع هوایی اوکراین برای دفع حملات روسیه شد. به گفته ای او حمله به خارکیف ممکن است تنها موج اول از حملات گسترده روسیه علیه این کشور باشد. حمله روسیه در این منطقه می تواند آغازگر موج جدیدی از حملات به اوکراین باشد. تنها با پیوستن نیروهای تازه نفس به ارتش اوکراین می توانیم شرایطی را فراهم کنیم که نیروهای حاضر در خط مقدم نبرد یک چرخش عادی داشته باشند. اینجا پوتین روز گذشته ما گفت قصد تصرف خارکیف را ندارد. او با اشاره به حملات سنگین اوکراین به شهر بلگراد روسیه اعلام کرد حمله روسیه به خارکیف به هدف ایجاد منطقه حائل امنیتی انجام شده. من پیشتر به طور علنی اعلام کردم اگر این حملات ادامه پیدا کند مجبور می شویم که یک منطقه حائل امنیتی ایجاد کنیم و این کاری است که ما در حال انجام آن هستیم. ما فعلا هیچ برنامه برای تصرف خارکیف نداریم. آن طرف پس از هشدار دولت بایدن به چین نسبت به گسترش روابط با روسیه، بیجینگ تاکید کرد واشنگتن با ذهنیت جنگ سرد بحران اوکراین را تشدید می کند. با واشنگتن توصیه میکنیم که دیگر بیجینگ را مقصر بحران اوکراین نخواند و سعی نکند بین چین و اروپا شکاف ایجاد کند. این در حال است که کاخ سفید در واکنش به نزدیکی روابط چین و روسیه هشدار داده بیجینگ نمیتواند هم با اروپا و غرب روابط داشته باشد و هم از روسیه حمایت کند. و این هم پیشبینی وضعیت آب و هوای فردا. کابل ابری 25-12، بامیان نیمه ابری 17-7، جلال آباد آفتابی 38-23، غزنی آفتابی 24-10، قندهار آفتابی 37-20. کندوز نیمه ابری 23-15، لشکرگاه آفتابی 39-22، مزار شریف نیمه ابری 25-15، نیلی آفتابی 24-11، هرات نیمه ابری 23-12. اسلام آباد آفتابی 39-24، تهران آفتابی 25-18، دبی آفتابی 35-26، دهلی آفتابی 45-31 و مکه آفتابی 42-29. در پایان مرور دوباره به سرخط مهمترین خبرها. بازداشت 7 نفر در پیوند به حمله مسلحانه به گردشگران خارجی در بامیان. در این رویداد 6 نفر به شمول 3 شهروند خارجی کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. چیلا بدا مرغا 3 تن افغان وگری او 3 تن بهرنی سیلانان وژل شول او پیاد پیشه که 3 تن افغان ملکان او 4 تن بهرنی سیلانان تپیان شول.
پایان نمایشگاه ملی و بین المللی افغانستان به مناسبت هفته صنعت در جریان هفت روز گذشته بالغ بر 500 هزار نفر از نمایشگاه دیدن کردند. مثلا ما باور نمی کردم که افغانستان در این سطح تولیدات داره، از صنایع دستی گرفته تا صنایع بسیار بزرگ. بیننده های عزیز، این بود بسته خبری این ساعت که تقدیم حضور شما کردید. وقت بخیر.